تغییر رویه در برخورد با کولبران. وزارت کشور ایران میگوید هر نوع عبور غیرقانونی از مرز قاچاق به حساب میآید. مشکلات معیشتی مرزنشینان سیستان و بلوچستان ایران. در 8 سال گذشته در این تالار صدها سند تخمینی تصویب و یا رد شد. در مقابل انتقاداتی که در عرصه قانونگذاری مجلس وجود دارد، نماینده های مجلس میگن که این کار برای آنها هم بدون چالش نبودن. و چالش های قانونگذاری در مجلس افغانستان. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. حسین ذوالفقاری، معاون سیاسی و امنیتی وزیر کشور ایران، گفته نمی‌داند واژه کولبری از کجا آمده و هشدار داد هر کس از مرز به شکل غیرقانونی عبور کند ممکن است هدف مرزبانان قرار بگیرد. اما فعالان حقوق بشری کرد می‌گویند کولبرانی که در تیراندازی نیروهای امنیتی کشته می‌شوند کسانی هستند که برای گذران زندگی در نوار مرزی مناطق کردنشین ایران با عراق و ترکیه کولبری می‌کنند. جزئیات بیشتر از جیار گل. برای هزاران مرزنشین ایرانی کولبری قاچاق نیست، راهی برای کسب رزق و روزی است. اما از نگاه معاون وزیر کشور ایران، عبورشان غیرقانونی است و کارشان قاچاق. در نتیجه میتوانند هدفی برای مرزبانان باشند. روزانه و شبانه هزاران مرزنشین بر پشت خود یا چهارپایانشان از معابر قانونی یا غیر قانونی بین ایران و کشورهای همسایه کالا رد و بدل می کنند. حسین ذوالفقاری، معاون سیاسی امنیتی وزیر کشور ایران که خود از سرداران سابق سپاه است، در جواب یکی از خبرنگاران درباره کشته شدن کولبران گفته اگر فردا 4 تروریست در قالب این کولبران به جای کالا مواد منفجره وارد کشور کنند و در 10 نقطه کشور عملیات تروریستی انجام دهند، آن موقع چه کسی پاسخگوست؟ نیروهای مرزی ایران در یک ماه گذشته 2 کولبر را کشته و تعدادی از آنان را زخمی کردند. در گذشته معابر رسمی وجود داشت که کسانی که مجوز داشتند می توانستند از راه قانونی ماهی 2 یا 3 بار با این شیوه کالا به ایران ببرند. معابر رسمی هم بسیار محدود هستند. افراد دارای کارت تردد مرزی جمعیتشون زیاده، فلذا اگر افراد دارای کارت تردد مرزی فقط بخوان در این معابر کار بکنن، در ماه 2 یا 3 نوبت میتونن با استفاده از این کارت در این معابر کار بکنن که درآمد اونها هم با این اوصاف کمتر از 200,000 تومان خواهد شد. جوانان عزیز کولبر زحمتکش، دولت قول داده بود که آنان را بیمه کند و اجازه دهد از وسایل نقلیه برای حمل کالا استفاده کنند. اما حالا معاون وزیر کشور میگوید نمیداند واژه کولبری از کجا آمده است. او گفته هر ماه هر خانواده 4 نفره 2,800,000 تومان معافیت گمرکی خواهد داشت. اینها را راه اندازی کردیم و حتی نیاز نیست که از کشورهای مقابل کالا وارد کنند. بسیاری از آنان میگویند درآمد کافی نیست و آنان مجبورند در کنار آن به راههای غیر رسمی روی آورند. چند ماه پیش دولت معابر مرزی که به کولبران اجازه حمل کالا در استانهای مرزی غرب کشور میداد را بست. به همین جهت حتی آنان که مجوز حمل کالا دارند به همراه 10,000 نفر دیگر از راههای غیر مجاز به کولبری مشغولند. معاون وزیر کشور ایران هشدار داده و گفته در مناطق مرزی خط قرمز نداریم. هر کس وارد منطقه مرزی شود اخطار میدهند و اگر توجه نکرد هدف قرار میگیرد. برای هزاران خانواده ساکن مناطق مرزی، کولبری تنها راه امرار معاش است. مناطقی که از کمبود کارخانه و کارگاه‌های اشتغالزا رنج می‌برند. سازمان‌های حقوق بشری کرد می‌گویند در یک سال گذشته دست کم 47 کولبر با گلوله مستقیم نیروهای مرزی ایران کشته شدند. ژیار گل، BBC. در ایران طرحی که قرار بود به معاش مرزنشینان کمک کند درست اجرا نشده. 5 سال پیش دولت در طرحی به هر خانوار مرزنشین 1500 لیتر سهمیه سوخت داد و گفت که خانواده ها می توانند سهمیه خود را با کمک تعاونی ها در مرز یا در کشورهای همسایه بفروشند و سود آن را دریافت کنند تا مجبور نشوند که از مناطق مرزی مهاجرت کنند. اما حالا عده‌ای از مرزنشینان می گویند درآمد حاصل از فروش سوخت به دست
آنها نرسیده یا بسیار ناچیز بوده. آناهیتا شمس نگاهی کرده به جزئیات اجرای این طرح در استان سیستان و بلوچستان. سالها سایه سنگین خشکسالی و بیابی در منطقه سیستان کشاورزان و دامداران را بیکار کرده. دیوار امنیتی هم راه تجارت با کشورهای همسایه را به رویشان بسته است. خالی نشدن مرزها از سکنه برای امنیت منطقه بسیار مهم است، اما شرایط بد اقلیمی و اقتصادی شماری از این مردم را در سالهای گذشته مجبور به مهاجرت کرده است. سهمیه سوخت مرزنشینان راهی بود برای کمک به وضعیت اقتصادی و تشویق آنها برای ماندن در روستاهایشان. طرحی که از سال 1394 آغاز شد. در واقع صدور مجوز قانونی و سهمیه ثابت برای خرید و فروش کنترل شده سوخت برای ساکنان تا فاصله 20 کیلومتری از مرز بود. بر اساس این طرح کارگزارهایی مثل تعاونی ها سهمیه سوخت مرزنشینان را از شرکت نفت می خریدند و سود حاصل از فروش آن را در مرز و آن سوی مرز به حساب مرزنشینان وارد می کردند. 1500 لیتر برای هر خانواده تعیین و کارت های الکترونیکی صادر شد و تعاونی ها شروع به کار کردند. اما مرزنشینان می گویند در این سالها پولی به حسابشان واریز نشده است. هر روز میاند از ما کارت ملی را بدید. فوتوکاپی شناسنامه را بدید، یعنی شماره حساب خودتون بدید، همه چیز را ما دادیم. کاغذ بازی خیلی شده. 5 سال ما یه کارت گرفتگا، یه کارت تاش. ما نشان نشانی سی دنیگامی میچی دوکان ما دیرو نہ کوتگاشه. تانکر دوست پنجا میران میان، ولی هیچ چیزی به ما نرسیده اصلا. نمیدونن پولا را کجا میرن. دست بخشداریه، دست فرمانداریه. نمیدونم دست کی هستن، ولی تا هنوز به ما هیچ چیزی نرسیده. محاسبه سود مرزنشینان اینطوره که ابتدا در هر شهری یک کارگروه تشکیل میشه، متشکل از نمایندگانی از گمرک، نماینده فرمانداری و اداره مبارزه با قاچاق و مواد مخدر که قیمت خرید سوخت از شرکت نفت رو تعیین میکنن. به طور مثال لیتری 1200 تومان. و حالا تعاونی هایی که قیمت بالاتری بدن میتونن مسئول فروش سهمیه سوخت مرزنشینان بشن. معمولا هم قیمت پیشنهادی تعاونی ها کمی بالاتر از قیمت کارگروه، مثلا 1300 تومان. به ازای هر لیتر 45 تومان از این مبلغ مالیات و کارمزد کارگزار یا همون تعاونی که از اون کسر میشه و مابقی میشه سود مرزنشین. کارگزار یا مباشر این سوخت رو اون طرف مرز به قیمت بالاتری میفروشه، گاهی 3 تا 5 هزار تومان. اما هنوز سهم مرزنشینان از همون قیمت اولیه تعیین میشه. در بعضی مناطق ما در سالهای گذشته مبلغهایی به حساب مرزنشینان وارد شده که آن هم مبالغ ناچیزی بوده است. این اصلا کلا در حوزه تعاونی مرزنشینان حوزه چابهار آخرین آماری که ما گرفتیم، البته برای 8000 خورده همین الان چند روز پیش، برای 8500 یا 8600 خانوار، بله، مبلغ 215 هزار تومان بهشون برایشون واریز شد. منتها سهم 4 سال مردم 215 هزار تومان. این همه مانور داده بشه، این همه میگن سوخت مرزنشینان، واقعا 215 هزار تومان چه دردی از مردم را دوا میکنه؟ دادستانی انگشت اتهام را به طرف وزارت نفت نشانه می‌گیرد و کارشناسان می‌گویند که مسئولیت نظارت و اجرا بر عهده استانداری‌ها و فرمانداری‌ها بوده. معاون دادستان هم می‌گوید پول‌ها در حساب تعاونی‌هاست. درآمدی هم که کسب کرده در حساب شرکت تعاونی موجود هست. خدمتتون عرض کنم به لحاظ حالا ابهاماتی که توی جمعیت وجود داشته، فرمانداری تا این لحظه اجازه پرداخت نداده. کارشناسان میگویند که کارت‌های مرزنشینی صادر شده و بحث عدم شناسایی افراد برای پرداخت را کاملاً رد می‌کنند و آن را بهانه می‌دانند. سازوکار این طرح با ابهامات زیادی روبروست، از تعیین قیمت فروش تا قاچاق سوخت. قاچاق خرده پاها و کولبران یا همان بدوکی‌ها تنها بخش کوچکی از موضوع قاچاق سوخت است. بدوکی ها مردمی هستند که برای امرار معاش جان خود را به کول گرفته و در آخر سود ناچیزی حاصلشان می شود. اگر به آنها تیراندازی نشود و ماشینشان در هنگام فرار آتش نگیرد.
اما سودهای بزرگ در پشت همین دیوار به جیب کسانی می رود که بی هیچ دردسری از همین جاده ها عبور می کنند. طبیعی است که در بحث قاچاق سوخت مافیای سوخت وجود داره. اینا عواملی هستن، نمیتونم بگم چند درصد، ولی خب مطمئن باشید که یک مافیای سوخت پشت وجود داره. ممنونم. اگرچه اذعان به وجود مافیا در قاچاق سوخت در ایران تازه است، اما مرزنشینان سال هاست شاهد رفت آمد بی درد سر و بی سر و صدای نفتکش هایی هستند که سوخت را به آن طرف مرز میبرند. سوال اینجاست که سودهای حاصل از فروش سهمیه مرزنشینان که در حسابهای بانکی قفل شده و کلیدش در دست فرمانداری هاست کی قرار است به دست مرزنشینان برسد؟ آنایتا شمس، بی بی سی. رئیس قوه قضاییه ایران به دادگستری‌ها دستور داده تا مهلت پرداخت مهریه را بیشتر کنند. تصمیمی که برای جلوگیری از زندانی شدن مردان به خاطر ناتوانی در پرداخت مهریه گرفته شده. این تصمیم پس از انتقاد آیت الله مکارم شیرازی به قوانین مرتبط با مهریه و نحوه اجرای آنها به ویژه زندانی کردن مردانی صورت گرفت که توان پرداخت مهریه را ندارند. جزئیات بیشتر از مریم افشنگ. بالا رفتن قیمت این سکه ها از عوامل بالا رفتن آمار زندانیان مهریه شده و به گفته یکی از نمایندگان مجلس تعداد محکومان مهریه به حدود 4500 نفر رسیده. در روزهای گذشته طرح تعدیل مهریه به هیئت رئیسه مجلس داده شد که در صورت تصویب نهایی حکم برای محکومان مهریه متناسب با نوسان در قیمت سکه خواهد بود. اما تقریبا همزمان با ارائه این طرح در مجلس، آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعیان به قوانین مرتبط با مهریه و نحوه اجرای آنها و به ویژه زندانی کردن مردان به خاطر ناتوانی از پرداخت مهریه انتقاد کرده است. برخلاف نظر اسلام، مردان را مجبور می کنند که در صورت نداشتن توانایی مالی مهریه را قسطی بدهند و می گویند که تا تمام قسط ها را نداد زن نباید تمکین کند. چرا عده‌ای برخلاف احکام اسلامی زندانی می شوند؟ چرا حکمی می دهید که هر شخصی می شنود بخندد؟ صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه این انتقادها را بی پاسخ نگذاشت. چرا فرض خنددار و غیر واقعی مطرح می کنید که حکمش خنددار باشد و سپس آن را مثل پتک بر سر قوه قضاییه می کوبید؟ دادگاه به زوجه نمی گوید تو نباید تمکین کنی تا مهرت را نگرفتی، بلکه می گوید می توانی تمکین نکنی. حالا تاوان بد استفاده کردن یک زوجه از حق خودش را هم باید قوه قضاییه بپردازد؟ آیت الله مکارم شیرازی این سخنان را قانع کننده ندانست و از صادق لاریجانی خواست تا با دادستان کشور و دو نفر از قضات عالی رتبه به حوزه برود تا در محیطی به گفته او عالمانه و به دور از عصبانیت ایرادات مطرح شده به مهریه را حل و فصل کنند. خبری از چنین دیداری منتشر نشده، اما رئیس قوه قضاییه امروز به دادگستری ها دستور داد تا برای جلوگیری از زندانی شدن مردان به خاطر ناتوانی در پرداخت مهریه مهلت پرداخت آن را بیشتر کنند. این دستور هم در حالی صادر شده که عده‌ای از نمایندگان مجلس حتی با تصویب لایحه تعدیل مهریه هم مخالف هستند، از جمله فاطمه ذوالقدر. به دلیل شرایط فعلی اقتصادی که امکان دارد چندین ماه دیگر حل شود، نمیتوانیم در قوانین مهریه خللی ایجاد کنیم و بر اساس حباب قیمتها تعداد سکه یا میزان مهریه را محدود کنیم. این بار نوسان شدید اقتصادی علاوه بر وضع معیشتی، حقوق زنان را هم دچار نوسان کرده است. مریم افشنگ، بی بی سی. مجلس نمایندگان افغانستان که نزدیک به 8 سال عمر کرده با چالش‌های قانون‌گذاری سختی روبرو بوده. این چالش‌ها در مواردی به سفارایی گسترده در درون مجلس و حتی دو قطبی شدن جامعه انجامیده. زینب محمدی خبرنگار ما در کابل نگاهی انداخته به عملکرد این مجلس در بخش قانون‌گذاری. مرکزی بی‌نام و نشان، دروازه‌ای که برای یک روز از سوی ده‌ها شهروند خشمگین بسته شد. آرامشی پس از هیاهو. حالا روزانه ده‌ها نفر به این مرکز در خیرخانه سر می‌زنند تا شناسنامه الکترونیک به دست بیاورند. بیشتر از مناطق دورتر. هزاران فرم داده می‌شود، اما تنها تعداد اندکی برگشتانده می‌شود. مردم هنوز چشم انتظارند.
تا سران حکومت از جدال بر سر شناسنامه ها دست بکشند. اما و اگرهای قانونی هم توزیع این سند ملی را کند کرده. قانون ثبت احوال نفوذ 7 سال سرگردان بود. در میدان جدال همه، مردم عادی، نمایندگان، حتی سران حکومت. رئیس جمهوری پا پیش می گذارد، اما شریک 50%ش پا را عقب می کشد. اول، این گپ مشروعیت نداره، این تصمیم اصلا از اساس، از بنا، هر نام عنوان را که می مانیم، بالایش این مشروعیت نداره. قانون اخذ مالیات از خدمات مخابراتی، قانونی که دو قوه مقننه و مجریه را رو در رو قرار داده، سندی که مجلس رد کرد اما دولت به اجرا گذاشت. اتحادیه حقوقدانان افغانستان میگوید در عرصه قانونگذاری مجلس ضعیف عمل کرده، ضعفی که از دید بسیاری نقطه قوت ارگ بوده. عدم آگاهی از یک طرف، دوم تابع بودن یک تعداد از نمایندگان مجلس از طرف دیگر، و مداخلات زیرکانه حکومت موجب شده که اینا نتونن از صلاحیت های خود استفاده کنن. این وضعیت موجب از این شده که حکومت به آسانی بتونه شورای ملی در مجموع دور بزنه و فرامین تقنینی خلاف صراحت ماده 79 قانون اساسی افغانستان صادر بکنه. دور 16 مجلس نمایندگان افغانستان 3 سال بیشتر از آنچه که قانون پیش بینی کرده بود عمر کرد. در 8 سال گذشته در این تالار صدها سند تقنینی تصویب و یا رد شد. در مقابل انتقاداتی که در عرصه قانونگذاری مجلس وجود دارد، نماینده های مجلس میگن که این کار برای آنها هم بدون چالش نبوده. قانونگذاری یک پروسه تخصصی است. افرادی که متخصص در این عرصه نیستند، طبیعی است که قانون را عیبناک تصویب می کنند و مطالعه می کنند. عدم حضور یک تعداد از وکلای مجلس که در بسا اوقات مانع تکمیل نصاب می شدند. دیدی ایدئولوژیک به یک سری از قوانین که این هم به جای خودش یک مسئله بوده است. قانون منع خشونت علیه زنان هم حامی کافی در این مجلس پیدا نکرد. بحثی که جرقش 8 سال پیش زده شده بود. اما قانون امتیازات ویژه اعضای مجلس به سرعت از تصویب گذشت، با وجود اعتراضات گسترده مردمی. عمر این مجلس با تمام چالش هایی که در درون با خود داشت به پایانش نزدیک می شود. قانونی که برای ورود در آن هیچ معیاری برای سواد وجود ندارد. سکوت قانونی که ضعف در قانونگذاری را به عنوان یک میراث از مجلس دیروز به امروز و به زودی به مجلس فردا خواهد سپرد. زینب محمدی، BBC، کابل. کارزارهای انتخابات پارلمانی افغانستان به همان اندازه که کار شهرداری ها را بیشتر کرد، منبع درآمد خوبی هم برای این سازمان ها شد. شهرداری کابل هزینه استفاده از هر متر مربع بیلبورد در بخش های مهم شهر را حدود $100 تعیین کرد. زینب آوین، خبرنگار ما در کابل، میگوید در کنار شهرداری ها چرخ چاپخانه ها هم در این روزها بدون وقفه میچرخید. ماشین‌های چاپ خاک گرفته کابل از گرمای مبارزات انتخاباتی نفسی تازه گرفته. در هر ساعت انبوهی از عکس و پوستر از دل این دستگاه‌ها بیرون می‌زنند. دستگاه‌های گران قیمتی که از خروج میلیون‌ها دلار هزینه تبلیغات نامزدان به خارج کشور جلوگیری کرده. ایران و پاکستان دو مقصد اصلی چاپ در گذشته. تا اکنون حدوداً ممکن 120 نفر یا کم و بیش از کاندیدا به ما مراجعه کردند که در قسمت چاپ اوراد تبلیغاتی خود، امانند پوستر و ویزیت کارت و بروشور و حالا بنرهای تبلیغاتی خود مراجعه کردند، و بحثی که چقدر سر کار بار ما تاثیر داشته، بدون شک یک انقلاب 20 روزه از برای متابع. همه متابع مصروف هستند، برای متابع یک درآمدزایی هست. زمان برگزاری انتخابات نزدیکتر شده و کارزارهای انتخاباتی هم سخت و نفسگیرتر.
از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب شهر پر شده از چهرهای نامزدان انتخاباتی، نامزدانی که حاضرن مصارف هنگفتی کنن تا به مجلس آینده راه پیدا کنن. سقف هزینه های مالی مبارزات نامزدان هم در شهرهای بزرگی مثل کابل حدود 30,000 دلار تعیین شده و کمترین مقدار هم به ولایت لوگر اختصاص یافته. اما به نظر می رسد که برای به دست آوردن رأی مردم ترسی از هزینه کردن بیشتر هم وجود ندارد. تا چشم کار می کند، پوستر است و بیلبورد. نزدیک به 1,000 بیلبورد در سطح شهر کابل. نرخ هر متر مربع آن از 30 تا 100 دلار. درآمدی خوب برای شهرداری کابل. عواید ما در بخش قراردادهای انفرادی که کاندیداهای محترم یعنی خارج از چارچوب بیلبوردها اونا پرداخت کردن به شهرداری کابل بیشتر از 2,000,000 افغانی طی چند روز گذشته ما داشتیم عواید و این رو به افزایش است که شامل پول ساین ها، خوازه ها و همچنین بعضی بنرهایی که بر روی جاده ها نصب میکنن. وکیل دور 15 همایش های انتخاباتی یکی دیگر از روش های تبلیغاتی برای جلب آرای مردم. تالار عروسی اما این روزها به جای رقص و آواز شعار است و تشویق. در میان هیاهوی هواداران نامزدان، مالک تالار هم چشم به راه مشتری دست و دلباز بعدی. ما محفل عروسی رو میگیریم، در پالش کاندیدارم تبلیغاتش ما چیز میکنیم، یعنی میایم بسیار نفرای زیاد دعوت میکنن، تبلیغات میکنن، یک مقدار پول برای اوتلام میتن از نگاه نان و چیزش، هم برای اوتلدارا خوب است، هم برای خود کسایی که کاندید کرده. انتخابات ها اکثرا از طرف روز میباشه و محفل عروسی کسی اکثرا از طرف شب هستن و این خاطر هم روز محفل داره، هم شب محفل داره. انتخابات افغانستان یکی از پرهزینه ترین انتخابات ها در منطقه است. گفته شده بیش از 1,000,000,000 دلار برای 3 دوره انتخابات ریاست جمهوری و 2 دوره انتخابات پارلمانی افغانستان هزینه شده. برای افرادی که وارد کارزارهای انتخاباتی شدند هم تبلیغات هزینه سرسام‌آوری را تحمیل کرده. پولی که به کسب و کار شماری رونق بخشیده هر چند مقطعی. زینب آوین، بی بی سی، کابل. سازمان ملل میگوید وضعیت پناهجویان در جزایر دورافتاده نارو و گینه نو وخیم است و خواستار تعطیلی آنها شده. استرالیا میگوید این سیاست ها برای جلوگیری از قاچاق پناهجویان و به خطر افتادن جانشان ضروری است. جزئیات بیشتر از سیاوش اردلان. درمون میخواد بدم یه جای خوب، ولی الان داریم اینجا گیر کنیم. اهورا 7 سالش است ولی مثل بزرگ سالان رنج دیده حرف میزند. بدتونم میبینم اینجا شبه تاریک صدا در میاد. او 4 سال پیش به همراه پدر و مادرش به اردوگاه پناهجویان نارو آمد. میخورم گیج میشم، فردا برم میخوام بشم، نمیتونم میخوام بیدار نمیشم. کودکی گریان در میان شعله های آتش به زیر آفتاب. خواب های اهورا شبیه نقاشی هایش است. مادر اهورا یکی از 10 نفری است که در این اردوگاه دست به خودکشی زده. این نامه ای است که او به خون خود آغشته کرد و به مسئولان مرزبانی استرالیا فرستاد. شما یه مشت آدم پیر داغون روانی هستید که احتیاج به روانشناس دارید. شما آمدید که ما را از بین ببرید و مثل خودتون روانی کنید. دولت استرالیا فقط هدف دشنام‌های آنهایی نیست که در این اردوگاه هیچ امیدی به آینده ندارند. سازمان ملل نیز از دولت استرالیا خواسته پناهگاه نارو را تعطیل کند و سازمان پزشکان بدون مرز که هفته پیش از جزیره دورافتاده نارو که این اردوگاه در آن واقع است اخراج شد، تصویر دلخراشی از وضعیت پناهجویان آنجا به تصویر می‌کشد. What's different about our experience in Nauru? تفاوت اردوگاه نارو با دیگر جاهای مشابه وضعیت پناهجویانی است که نزدیک به 5 سال است آنجا گرفتارند. آنها کاملا مستعصل و ناامیدند که این به وخامت اوضاع روحی و روانی آنها منجر شده. از خودکشی گرفته تا خودآزاری و کودکانی که قادر به خوردن غذا نیستند. نامعلوم بودن وضعیت آنها باعث شده هر کمک درمانی هم که به آنها داده شود به نتیجه نرسد. 189 نفر در اردوگاه نارو گرفتار شدند.
500 نفر از آنها موفق شدند به دلایل پزشکی به استرالیا منتقل شوند. دولت استرالیا میگوید هدفش کلاً چیز دیگری بوده. فراموش نکنید مسئله از کجا شروع شد. هدف ما در همشکستن و سازوکار باندهای قاچاق انسان بود که هزاران نفر را روزانه با قایق روانه سواحل استرالیا می‌کردند. وقتی ما دیدیم صدها نفر از پناهجویان در آب‌های استرالیا غرق می‌شوند که خود را به کشور ما برسانند، آن هم بعد از دادن کلی پول به قاچاقچی‌ها، فهمیدیم که این وضعیت قابل تحمل نیست. هرچند می‌فهمیم که وضعیت این 189 نفر هم در اردوگاه ناورو خوشایند نیست. سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند زجرکش کردن 189 نفر در یک نقطه دورافتاده دنیا نباید بهای پایان دادن به فعالیت باندهای قاچاقچی باشد. استرالیا می‌گوید این پناهجویان می‌توانند به کشورهای دیگری بروند که آنها را پذیرفته، مثلا کامبوج، یا اصلا برگردن به کشور خودشان، ولی آنها این را نمی‌خواهند و اصرار دارند که به استرالیا بروند. ولی اهورا می‌داند فقط نمی‌خواهد اینجا باشد. سیاوش اردلان، بی بی سی. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.